به هر حال همونطور که میدونیم پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه ژانویه به کاخ سفید خواهد رفت و بعد منتظر نتایج انتخابات بود، ولی در این میان گفته میشه که بن سلمان ولیعهد عربستان و کاخ سفید قرار طبق گزارش نشریه اکسیوس پیش از کنار رفتن آقای جو بایدن یک ابر قرارداد امنیتی امضا کنند و تا ژانویه هم این قرارداد بعد از تصویب کنگره بگذره. به نظر شما این اقدام چه پیامی برای جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه؟ بله، سلام میکنم خدمت شما و مهمان گرامیتون و همینطور بینندگان. فکر میکنم که خب الان گزارش هایی که شما دارید، ریفار گزارش هایی که بیدید، نشاندن این است که وضعیت جهان به یک نوعی وابسته است به نتیجه انتخاب رئیس جمهور و همینطور البته کنگره ها و کنگره آمریکا، سنا و نمایندگان. و در مورد ایران و عربستان سعودی هم که اشاره کردید، من فکر میکنم دو تا از توافق های مهمی که میتونه هم با ایران هم با عربستان سعودی انجام بگیره بین سیاست آقای ترامپ و خانم هریس میتونه تفاوتهایی داشته باشه، چون که دیدگاه جهانی این دو نماینده، این دو نفری که بخوان یکیشون به کاخ سفید برن، بسیار متفاوت هست. درست است که در رابطه با ایران چندان تفاوتی ندارند، هر دو خواهان این هستند که جمهوری اسلامی رو زیر فشار قرار بدن، اقتصاد سیاسی تحریم بکنن. هیچ کدوم از دو تا کاندیدا دنبال رژیم نیستن در ایران، دنبال حمله نظامی نیستن برخلاف تصور بعضی ایرانی ها، و همینطور هر دوشون خواهان صلح هستن. در عربستان سعودی هم خواهان صلح هست. از قضا همین روزهایی که بحث در باره صلح هست و چگونگی پیشبرد تقابل اسرائیل با ایران هست، عربستان هم یک نوعی شرطی طرح کرده که باید موجودیت اسرائیل، فلسطینی ها از طرف اسرائیل به رسمیت شناخته میشه. حالا آقای علمداری، میخوام این دوره زمانی رو بهش توجه بیشتری داشته باشیم. این ابر قرارداد قراره در همین دوره‌ای که آقای جو بایدن تا ژانویه قرار هست در کاخ سفید باشه امضا بشه و به تصویب کنگره برسه. الان صحبت این نیست که حالا چه کسی برنده انتخابات پیش رو خواهد بود. این مسئله رو از این زاویه می‌خوایم یه کمی بیشتر بررسی بکنیم. من فکر میکنم در حال نتیجه انتخابات، یعنی دورش بعدی شروع شده و خیلی از تصمیم های کلان رو نمیتونن در این دوره 75 روزی که باقی مونده از ریاست جمهوری آقای بایدن بگیرن، مگر اینکه فرض کنیم تصمیم کلان نیست.